ادامه این خبرها از کشور. کمک های زمستانی بنیاد آبیات این بار به دانش آموزان نیازمند پرورشگاهی تهیه مسکن رسید. این مساعدات ها که از اوایل زمستان آغاز شده، مرکز و چندین ولایت را تحت پوشش قرار داده و تا پایان زمستان ادامه خواهد داشت. این کمک ها با حضور مؤسس و منصوبین بنیاد آبیات، معین کار امور اجتماعی شهدا و معلولین و مسئولان پرورشگاهی تهیه مسکن توزیع شد. یکی از قشرهای آسیب پذیر در جامعه کودکان بی سرپرستند که به دلایل گوناگون از داشتن خانواده محرومند و نیاز مبرم به یاری دارند. بنیاد باید هر سال به کمک این قشری از نیازمندان جامعه شتافته و بخش بزرگ از مسائلات خود را به آنان تخصیص داده است. سناتور انجینیر احسان الله باید هنی توزیع مواد کمکی با حضور فاطمه لایا باید کارگردان اصلی پروژه های بنیاد باید، رساندن مسائلات این بنیاد را به کودکان آسیب پذیر و ادامه آن را در شرایط کنونی ضروری میداند. امروز در پرورشگاه تهیه مسکن در کنار معین صاحب و رئیس صاحب حضور داریم که یک قسمت از کمک های زمستانی بنیاد باید خدمت جوانان که اینجا حضور دارند تقدیم کنیم. واصل نوری مومند، معین وزارت کار امور اجتماعی، یاری به فرزندان نیازمند در کشور را وظیفه هر فرد جامعه دانسته و از مردم خواست تا به کمک نیازمندان بشتابند. واقعا در این زمستان سرد اینا با مو همدردی و اسلام دوستی و بشر دوستی که دارن امروز برای تمام اطفال تهیه مسکن جمپر زمستانی تهیه کردن و کمک و مساعدت کردن. دانش آموزان و کودکان نیازمند پرورشگاه تهیه مسکن از توزیع مواد کمکی ابراز قدردانی نموده و از نیازهای خیریه میخواهند تا توجه بیشتر را برای مساعدت به آنان کنند. بسیار از بنیاد باید تشکر میکنم که در زمستان یک با ما کمک های زیاده کردن و جمپر و بوت این چیزها را آورده. تشکر میکنم از بنیاد باید که با ما اطفال پرورشگاه لوازم زمستانی را با ما توزیع نمودن و ما زمستان گرم خواهیم داشت و از همه کارمندان بنیاد باید خواهش من که تا در زمستان های بعدی هم با ما کمک های خود کنند. بنیاد باید سالانه هزاران کودک و نوجوان را در مقاطع مختلف در مرکز و ولایت ها تحت پوشش کمک های غذایی، پوشاک، پاپوش، لوازم درسی و ورزشی خود قرار می دهد و پرورشگاه تهیه مسکن یکی از نیازهای است که سالانه به مناسبت های گوناگون از کمک و مساعدت های این بنیاد بهره مند می شود. مؤسسه تحصیلات عالی بدخشان امروز رسما به دانشگاه ارتقا یافت. همچنان دو ساختمان برای دانشکده زراعت و تعامخانه با ظرفیت 320 محصل در یک وقت در این دانشگاه تهداب گذاشته شد. مقام های محلی میگویند هرچند که در دانشگاه بدخشان خدمات زیادی انجام شده، اما دانشجویان از نبود استادان مسلکی، کمبود ساختمان برای صنف درسی و آب و آشامیدنی صحی شکایت دارند. محمد قاسم نصراللهی گزارش می دهد. این دختران و پسران دانشجو با امید اینکه پس از ارتقای مؤسسه تحصیلات عالی بدخشان به دانشگاه با ترسیم یک آینده بهتر در ذهنشان در صحن قدم میزنند، اما آنان هنوز هم با دشواری های زیاد دست و پنجه نرم میکنند. مشکلاتی که فعلا وجود دارد در ولایت بدخشان و مخصوصا دانشگاه ولایت بدخشان، کمبود یا عدمی استادانی مسلکی و مجرب، مخصوصا ماستران در رشته های مختلف. از قبل آب آشامیدنی، کمبود معلمین مسلکی، نبود تعمیرات برای درس تعلیم، البته اینا مشکلاتی هستند که برای دانشجویان ولایت بدخشان هست. اما اینجا زیر سقف یک سالون مقام های دولتی گرده هم آمدند و ارتقای مؤسسه تحصیلات عالی به دانشگاه را جشن گرفته. از دستاورده ها و میار ساختن این دانشگاه در آینده سخن میزنند. باید در تپ و تلاش ای باشیم که چگونه حرکت بکنیم و بتانیم لحظه روز مای کاری به نفع ای پوانتون و ملت عزیز بدخشان و در کل افغانستان انجام بده. با واحده های دومشان وزارت محترم تحصیلات عالی و معارف باید توجه جدی داشته باشه که ما انشاءالله مطمئن هستیم که با سفرهایی که وزیر صاحبا داشتن به بدخشان وعده های دادن، انشاءالله وعده ها عملی میشه و ما هم پیگیری میکنیم وعده هایی که برای ما داده شده. دانشگاه بدخشان در حال حاضر 2400 دانشجو و 5 دانشکده دارد. این دانشگاه آماده که پذیرش 1600 دانشجو در بهار پیش روز. از سوی هم دولت آلمان در تازه ترین اقدام از کمک های دو ساختمان جدید برای دانشکده زراعت و تعامخانه را با هزینه نزدیک به 1 میلیون دلار آمریکایی تهداب گذاری کرد.
خبر اخیر از کشور این که برای نزدیک به 200 دانش آموز در فاریاب لپتاپ های مخصوص معارف توزیع شد. وزارت معارف این لپتاپ ها را برای دانش آموزان دوره متوسطه و لیسه یلدوز شهر اندخوی توزیع کرد. مسئولان میگویند توزیع این وسایل میتواند دانش آموزان را با تکنولوژی روز آشنا سازد. یک لپتاپ برای یک شاگرد، برنامه وزارت معارف که این بار ولایت فاریاب را نیز تحت پوشش قرار داد. روز گذشته 180 دانش آموز دوره متوسطه لیسه یلدوز شهر اندخوی این کامپیوترها را به دست آوردند. 20 برنامه مفید شامل موضوعات دینی و درسی در این لپتاپ ها جاسازی شده است. محتوا و درسایی که در این لپتاپ ها گنجانیده شده یک تعداد برنامه هایی است که ما او را ترجمه کردیم به زبان های دری و پشتو، البته انگلیسی بود، به زبان های محلی خود را تبدیل کردیم و در حدود 20 برنامه کارمندای بخش سافتویر ما در این لپتاپ ها جایگزین کردند. با گفته مسئولان در 3 سال اخیر 5000 پایه از این لپتاپ ها برای دانش آموزان معارف توزیع شده و هدف آن ظرفیت سازی دانش آموزان مکتب است. البته امیدوار هستیم در آینده هم تمام شاگردای ما بتونه که از کامپیوتر استفاده کنن و تدریس ها و کامپیوتری باشه. پیشنهادات مردم ولایت فاریاب که بسیار علاقمند درس تعلیم و بسیار علاقمند ازی هستند که اولادشان باید درس بخونه. اولادشان باید چیزی بیاموزه. درس تعلیم سبب جلوگیری از همه انحرافاتی که در جامعه پیدا میشه از او جلوگیری میکنه. با گفته مسئولان در فاریاب نزدیک به 450 مکتب وجود دارد که بجز دو مکتب همه آن بروی دانش آموزان باز است. کانال ننگرهار پس از 15 سال برای آبیاری نزدیک به 6000 هکتار زمین زراعتی دوباره فعال شد. به گفته مسئولان محلی به دلیل نبود آب این کانال تمام درختان زیتون در ساحه هزاران جریب زمین از بین رفته بود. این مسئولان میگویند که برای بازسازی این کانال در سال آینده بیش از 20 میلیون دلار را هزینه خواهند کرد. بنابر دلایل از 15 سال به این سو نزدیک به 6000 هکتار زمین آب کانال دومه ننگرها را لمس نکرده است و همین مسئله باعث از بین رفتن تمام درختان زیتون در این زمین شده است. حالا رئیس کانال ننگرهار میگوید که در یک پروژه تازه این زمین ها را دوباره زیر آب ساختند و گفته ایوای قرار است در سال آینده خورشیدی 22 میلیون دلار برای بازسازی این کانال هزینه شود که از این پول 1 میلیون آن برای کارخانه تولید زیتون مصرف می شود. الور سوا جریب باغونو د افتتاح مراسم دی چې د دې ترڅنګ موږ دو نورې پروژې چې په هغه کې به سل جریب زمکه کې ځنګلات کرل کیږي او په 200 جریب زمکه کې به د زیتونو فارمونه کرل کیږي او ترڅنګ به د هډي فارم د څلورم بلاک مربوط شپږ زره جریب زمکه چې د تیرو 15 کلونو راپدې خو د دویم نمبر کانال د وچې دوله عمله د منځ ته لیوه یا دغه باغونه او ځنګلات د منځ ته لیوه خوشبختانه موږ د هغه کانال د بیا فعالیدو افتتاح. از سوی هم والی ننگرهار از چالش های دیگر در کانال ننگرهار سخن میگوید و مرکز را به کم توجهی در حل این مشکلات متهم می کند. سره د دینه چې د کانال یا سد کې ډېر زیات مشکلات موجود و تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده، ځکه پخوا هغه توجه چې د ننګرهار کانال ته وه اول ته به تقریبا په 10000 زیاتو کارګرانو په هغې کې کار کاوه. کانال ننگرهار نزدیک به 25000 هکتار زمین دارد که در آن درخت‌های زنتی، میوه‌دار و بی‌ثمر غرس شده است. وال هم نرخ اسعار. آمریکایی 52 افغانی و 80 پول، 1 یورو 70 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 81 افغانی و 20 پول. 1 درهم امارات 14 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 14 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 530 افغانی. سلام بیننده های گران قدر، با تشکر از تمامی همکارانم توجه نمایید به پیشگویی وضعیت آب و هوای چند شهر بزرگ کشور که به اساس درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
کابل فردا نیمه ابری است، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین 1. هرات نیز نیمه ابری میباشد، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 3. و مزار شریف فردا ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 8. جلال آباد ابری میباشد، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 10. در اخیر قندهار نیمه ابری است، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 7. تشکر از همراهیتان، شبتان خوش. پیشگویی آب و هوا از طرف صافی ارویز. با صافی همه روزه یک پرواز از کابل به هرات با تیار تایی اربس 320 برای اولین بار در افغانستان. برای شما تقدیم گردید. سپاس از همراهیتان. به خبرهای این ساعت شبتان خوش. خدا نگهدار.